پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان برفت و مردم شد. بسیار ساده در طول تاریخ سوفیسمها، عرفا، چون ما شاعر نداریم، شاعر یعنی کسی که شعر میگه و مولوی شاعر نیست، سعدی شاعر نیست، هیچ کنون از این شاعر نیستن، اینها همه در حال قش و دهنشون کف میکرده و اینا حرف زدن، یعنی وحی شده بهشون و نوشتن و هر بیت اینها بسیار حساسه در نگاه تصوف و عرفان، یعنی ابیاتشون بسیار مهمه و تأثیرگذار. اگر بیتی رو میگن یا کلمه‌ای رو میگن، دقیقاً دارن چه میکنن توضیح میده. پسر نوح با بدان بنشست، یعنی پسر نوح انسان بود، حیوان نبود، داره اشاره میکنه ژن انسان توش بود. خاندان نبوتش گم شد. پس اگه پسر نوح باشی، خاله نوح باشی، زن نوح باشی که حیوان بود زنش، دایی نوح باشی، کلفت نوح باشی، نوکر نوح باشی، تو خونه نوح باشی، تو رخت خواب نوح باشی، نجات پیدا نمی‌کنی. اما اگر سگ اصحاب کهف باشی، روزی چند پی نیکان، مفهوم داره، برفت و مردم شد، آدم شد، نجات پیدا کرد. تمام حرفای اهل تصوف و عرفان مستقیما به توی ریستارتیه. این نکته بسیار عمیقی است که در ریستارت من توضیح دادم که بهش دقت کنیم. به راستی چه کسانی وقتی ژن سوفیسم 5424 سال پیش وارد کره زمین شد، چه کسانی از حیوانیت به انسان تبدیل شدن، چه کسانی از انسان به بشر تبدیل شدن، و چه کسانی قبل از مرگ از بشر به ملک. ما ز بالای ما بالا می رویم، از کجا آغاز شد، از کجا آمدی، آمدنت بهره چه بود، به کجا می روی آخر، نه نمای وطنم رو چگونه باید بفهمیم. پس بنی آدم اعضای یک پیکرن، کاملا درسته. تو خودت ننداز این وسط، تو هی میندازی خودت وسط، میگی ما رو کجا میبنی، هیچ کس تو رو جایی نمیبره. حاجی بنی آدم یعنی بچه های آدم، یعنی کسی که بچه‌ای که یا انسان، دختر و پسری که ژن انسان توشه، که 5624 سال پیش اومد تو کره زمین. بنی آدم، بچه های آدم، اعضای یک پیکرن، کاملا هم صحیح. بی خودی تو خودتو میندازی وسط. این دعوا. راه نجات تو چیه؟ عیسی توضیح میده راه نجات فقط از منه، جیزس. خوش آمدید به 179 برنامه ریستارت. سوفیسم ها چند دستن؟ تا قبل از اینکه پایان جهان رو توضیح بدیم، یه سری مطالب رو بعد بگیم تا نتیجه گیری کنیم. خوش آمدید. در دل من گنج آرزو، در دل من
در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشد دلم در جستجوی تو. پس هر داستانی که در تصوف و عرفان یک عارف یا صوفی داره میگه، داره مستقیم با تو حرف میزنه. پس یک بار مرور کنیم. عیسی برای انقلاب قیام کرد؟ نه. عیسی قیام کرد زندانی ها رو آزاد کنه؟ نه. عیسی برای ستم تو کشور دیگه یکی داشت میکشه که قیام کرد؟ نه. عیسی پس چیکار کرد؟ کار عیسی چی بود؟ کار عیسی بدل حیوان به انسان، یعنی در کره زمین موجودات زندگی میکنن به نام حیوان، چه انسان نماها چه حیوان ها و گیاهان و جمادات، کار عیسی اینه که در اون دوره از این 7 میلیارد مردم و آدم نماها یه سری نجات بده. همین شعیب قیام کرد برای زندانی سیاسی آزاد کنه علیه رژیم. ما چند تا علیه رژیم داشتیم کلا، یه دونه موسی بوده که یکی محمد ابن عبدالله بوده و برگردی به گذشته نگاه کنی تعدادشون بسیار قلیله که صوفیسم ها کاری کرده باشن. و صوفیسم هم کلا دو مدله. اگه من بخوام حرفای از نصفی رو بچکونم تا تو تشخیص بدی که صوفیسم چیه و بدونی که صوفیسم ها چند دستن، همه حرفاشو بخوام بچرونم و بچکونم دو قطره توش اینه. صوفیسم کلا به دو قسمت تقسیم میشن که حالا دیدی که میگن مجذوب سالک، سالک مجذوب. نه، طوری توضیح بدیم که عام متوجه شیم، یعنی من و شما. صوفیسم دو دستن، یا 51% بدنشون و افکارشون شریعتیه، یا 51%شون طریقتی هم. و همین سادگی. یعنی هر صوفی که در کره زمین اومده تا الان از این دسته خارج نیست، برای اینکه شریعت داریم و طریقت داریم و حقیقت، و حقیقت مکانی است که اینها توی این مسیر دارن میرن خودشون، یا شریعتی هم یا طریقتی هم. قاسمی از کجای فهمیم که این صوفیسم شریعتی یا طریقتیه؟ مثالش موسی شریعتی بود. ریستارتی های دورای موسی انقدر به موسی فشار آوردن که 10 فرمان داد بیرون، پدرشون هم در اومد. از سخت‌ترین نوع دین هم مال یهودی هاست دیگه، روزشون، خمسشون، زکاتشون، بیچارن. 51% تفکرات این صوفیسم شریعتی بود، یعنی بازتابش به جامعه اون دوره خودش. ولی عیسی طریقتی بود، نه دین تولید کرد، نه کاری کرد، نه هیچ حرفی زد. ساده ترینش هم همون کاری که ریستارتی هم کردن، ریستارتی که ریستارتی شده باشن، یعنی صوفیسم از دیوار اومده باشه دیده باشن و فرمانی از صوفیسم گرفته باشن، قشنگ میدونن که سر غذا باید چیکار کنن، تو خواب باید چیکار کنن، قبل خواب چیکار کنن، از صبح پومیشن چیکار میکنن. کل کارهای عبادتشون بین 4 دقیقه تا 11 دقیقه ماکسیموم در روز، در 24 ساعت کلن 4 دقیقه تا 11 دقیقه. اما خوش آنان که دائم در نمازن، یعنی از اول تا آخرش میلیاردها بیلیارد عبادت دارن میکنن ولی تو نمیفهمی. یعنی وسط دستشویی عبادتش از توی تو توی مسجد بالاتر. دموکراسی یعنی همین دست و پای من. حکومت یعنی میگن دموکراسی داری یا نه، یعنی دست و پای من. این دست و پای من منو میبره دستشویی، دست و پای تو رو میبره تو مسجد. خدایا مپسند که در تزویر و ریا بکشادن. این دموکراسی زیر نظر کیه؟ زیر نظر آریستوکراسیه، یعنی اون حکومتی که ما میگیم، یعنی اون بالاست، یعنی این داره فکر میکنه. حالا اگه حیوان باشه فکرش که فکری نداره بکنه، اگر انسان باشه یه فکری داره میکنه، میشه عبادت. این خود تفسیرهای بسیار زیادی داره که ما نمیخوام راجعش بحث کنیم، فقط میخوام بگیم. پس انواع صوفیسم ها کلا دو دست دارن. هر صوفیسمی در کره زمین اومده این دو دست خارج نیست. یا 51% شریعتیه، یا 51% طریقتیه. خب از کجا بفهمیم این صوفیسم شریعتی یا طریقتی؟ خیلی هم ساده است، اینم برای اولین بار توضیح بدم که بدونی. خیلی رازش خیلی ساده است. صوفیسمی که شریعتی باشه
51% نوع فرماناش متفاوته و اصولا وقتی میخواد حرف بزنه از عرفان و شعر و حافظ و مولوی و سعدی اینا اگه بخواد بخونه اصولا از قصد غلط میخونه. بنی یا بنو آدم از آی پیکری اینجوری اصولا اگه شریعتی باشه، یعنی موسی وقتی حرف عرفانی میزد غلط میخونه، عرفان رو غلط میخونه، حرفای صوفیسم رو غلط میخونه، صوفی ها رو حافظ بهش بده بخونه یا مولوی یا سعدی غلط غلط بخونه، اصولا اینجوری، این رازش. اما اگر صوفیسمی طریقتی باشه، یعنی وصل عرفانی باشه، یعنی مسیر عیسی باشه، مسیر طریقتی باشه، وقتی نماز میخونه یا میره کلیسا یا تورات میخونه اینجوری میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، قوله بالله الرحمن الرحیم، اینجوری میخونه، یه جوری میخونه که مسخره میکنه. پس اگر صوفیسمی دیدید که در دوران گذشته همین مشکل داشت، یعنی اولین حرفی که به جناب آقای عیسی زدن یهودیایی بود که آقا تورات بلد نمیخونه، رو واقعا نمیدونی بود نره نمی شعر اینجوری میخونه، بعد ایشون صوفیسم نمیدونست که دو تا صوفیسم داریم تو کره زمین، ولی موسی همه رو حفظ شد، قال صادق قال باقر همه رو حفظ. پس اگه دیگه صوفیسمی داره مسیحیه مثلا و داره انجیل غلط غلط میخونه بدون طریقتی، این خطرش یه جور دیگه است. پس باید روش برخورده با این صوفیسم بلد بشه. و اگر شریعتی باشه یه جور دیگه است. پس چرا یهودی ها پول دارن؟ برای اینکه حکومتی که من معرفی میکنم سالها داشتن به نام آریستوکراسی، یعنی حکومت صوفی شاهی، یعنی پادشاه هاشون صوفیسم بودن یا صوفی بودن. داوود کی بوده؟ حتی دیگه کار به جایی رسید که فردی رو که اپوزیسیون رو یه سال تشکیل داد به نام کوروش، دیگه تو کتابشون توضیح دادن که آقا فردی میاد ما رو نجات میدهد. یعنی دانیال نبی اومد توسط فرمانی که به کوروش داد نجاتشون داد. خیلی ساده است بچه های ریستارتی، قربون شکل مایتون برم، اگه این حرف من الان فهمیدی هر بلایی در کره زمین داریم میاد مقصر ریستارتی هست، هر دینی تولید بشه میبینی هی نماز میخونن رو بیزه میگیرن خون، این همش کار ریستارتی هست. رژیم عوض نمیشه، رژیم عوض میشه، کار ریستارتی هست. راز کجاست؟ راز اینجاست که عیسی فقط برای جلساتی که ریستارتی ها حضور داشتن حرف زده. یعنی هر کتابی که از عرفاتو داری میخونی اصلا ربطی مردم نداره، مخصوص توی و تو اشتقاد نمی کنی، این برنامه مخصوص توه، ولی لای برنامه داره حرفایی از مردم هم زده میشه، ولی مخاطب این برنامه توی بهش دقت نمی کنی. پس مولوی با کی حرف زد؟ مولوی وسط ریستارتی ها بود، بیرون نبوده اصلا. سعدی برای کی حرف زد؟ سعدی برای همشون هم مردن، کتاباشون اومده بیرون. عزیز الدین نصفی اول کتاباش 4 تا کتاب داره، یکیش که اصلا نیست، دست عده معدودیه، خیلی مطالب توشه، 4 تا کتاب داره که یکیشو بهش گفتن نیسپه بلکن، یکیشو گفتن نمیتونی بنویسی که ننوش. الان کتابایی که ازش بیرونه 4 تا هم نیست، 4 تا است مثلا. یکی از اون کتاباش تو 2 تا کتاب دیگه‌ش هم اولش نوشته من اختیار، ببین چقدر واضح توضیح داده، بچهای ریستارتی قشنگ توش نوشته که خوب بخونی اینطوریه، میگه ریستارتی های عزیز من اجازه ندارم بعضی مطالبو بگم، باید به مرور خدا رو توضیح داد. اول برنامه ریستارت بگیم خداش شکلیه، تلویزیون خاموش نمی‌کنن، میان آمریکا ترور می‌کنن، نمیفهمن اصلا گاد رو، نمیفهمن مفهوم گاد رو، نمیفهمن اصلا نه خودش شکلیه. پس باید به مرور توضیح داده شه، اگر به مرور توضیح داده نشه مردم نمیفهمن. اول کتاب عزیز الدین نصفی توضیح میده، میگه آقا من اختیاری در نوشتن این کتاب متاسفانه ندارم. یعنی چی؟ یعنی میخوام چیزایی بگم نمیذارن بگم. کی نمیذاره؟ صوفیسم.
های چی میگی شما؟ یه کتاب ننویس آقا. توی کتاب حدیقت الحقایق شال هر چی اساس اسمش یادم نیست، توی یکی از این کتاب ها، از این چهار تا کتاباش، اولش توضیح میده که این آخونده ازش میدوزن و میگن و نمیگن منبع کجاست. توضیح میده که آقا دین مثلا موسا 70 قسمت بوده، 70 قسمت، یک قسمت نجات پیدا کردن، بقیه حیوان مردن و حیوان میمیرن. دین عیسی به 71 قسمت تقسیم شده، همه میمیرن، یک قسمتشون فقط نجات پیدا میکنن. یعنی یه پاپی الان داره درست میگه، چند تا کشیش و خاخام، کشیش و خاخام هستن و روحانیت شیعه و سنی که وصلن به صوفیسم که میدونیم گفتیم برای همین دینشون مونده، وصلن هستن. هر مسیحی که اونو پیدا میکنه نجات پیدا میکنه. پس این همه کلیسا چیه؟ نجات پیدا میکنن؟ نه، از این اصلا مستقیم داره میگه، مولوی میگه، سعدی میگه، ارشمیدس میگفت، سقراط گفت که افلاطون توضیح داد، گفت 71 گروه هست میشن کل دین مسیحیت که یکیشون نجات پیدا میکنه، بقیه چی هم؟ و دین محمد 72 قسمت میشه، عزیز نصفی میگه 71ش جهنمی هم. ما رو کجا میبرید؟ منظورش بنی آدم ازای پیکرم ما رو میگه، کسی اصلا روش شما حرف نمیزنه بابا، هیچ وقت حالا حرف نزده، هیچ صوفیسم با تو حرف نزده، همین الان صوفیسم الان باشه اصلا با تو حرف نمیزنه، صوفیسم داره واسه چند تا یه سارتی حرف میزنه، شما برایش زب میکنی گوش میکنی. حالا تازه بعد از 700 سال صوفیسم لو میره تو یک جایی دیگه، قراری لو بره. کدوم صوفیسم؟ مثلا سعدی رو یارو میخونه، سعدی اصلا شما نیست اصلا، سعدی مال برای یه سارتی هاست. یه ساعتی سوال کرده، قربان ببخشید قضیه امام محمد غزالی و احمد غزالی چی بود آقای سعدی؟ گفت دو برادری که خدمت سلطان کردی یکی نون بازی خوردی. تازه این قضیه داروین که مال داروین نیست، حتی قبل از عزیز النصفیه از محمد و موسی و عیسی سوال کردن، اومدن به محمد گفتن آقا این شنیدیم میگن بقیه حیوانن یه عده نجات پیدا میکنن. گفت بله. گفت پس این پس چی میشه؟ گفت هر کیم صوفیسم الان پیدا کنه نجات پیدا میکنه دیگه، خودش خیلی خوب مهمه. گفت خب صوفیسم میمیره تمام میشه؟ گفت نه، من میمیرم صوفیسم بعدی میاد دوره خودش دوباره یه دیر نجات میده. پس هر دوره ولی قائم است، آسمایش تا قیامت دائم است، اونجا نمیتونه بگه من که گاو بودم در سوال گاو چرا مرا نجات ندادی، میگه صوفیسم بوده، شما چه پیداش نکردی؟ اصول دینت تحقیقیه، باید پیداش میکردی دیگه. اصول دین یعنی لا اله، هیچ خدایی نیست اول، بعد الا الله. قضیه فرد میدونی که تو دانشمندای احمق هم همینو میگن، دانشمندا میگن من یه نظریه که میدم اول همه جمع میشن میگن لا اله، چرت پرت، ایراد میگیرمش. اگر ثابت بشه که یعنی هر چی میگن نتونن فرضیه منو به هم بریزن و نابودش کنن، میگن الا الله، دیگه این فرضیه حکم تبدیل میشه. همین لا اله الا الله است، فقط نمیفهمی یه عدد بی عدد بی توضیح میدیم. همه دانش بشریت از ارشمیدس که تاریخ نیست که، عدد پی مال قبل ارشمیدس، خوشگله بابا. ارشمیدس یه توضیح کوچولو داد که خشت اول داره از میم تا خشت اول چون نهاد معمار ریاضیات کج تا ثریا میرود، این ریاضی کجا بیا الان این سری بچه دادن بیرون، همه مجازی. مجازی میدونی چیه؟ میگن استمناع چی چی علا چی دیگه حقیقی، یعنی شما دختر رو ماش کنید. من یه دینه تو فیلم نگاه میکنم بعد مثلا این بیماری میاره، به همه تصور میگه برو ماش کن دختر رو پیدا کن ماش کن، چی رو نشستی چیزی نگاه میکنی؟ پس دنیای مجازی حیوانیت تو رو خور و خواب خشمت میده والا. مقصر کیه؟ حاکم الانه؟ اون دنیا اصلا اینجوری نیست، اول حاکمه رو میگیرن تا بر میگن چند هزار سال قبل، میگن شما اینجا عدد پی چی بود؟ انتها نداره، پس برای چی شما دایره تشکیل دادی؟ از این شروع میشه، میگه شما علم بردی به جایی که الان نشسته صفحه مجازی، دیگه الان نمیره ننشی ببینه، تکس میده چطوره ای مادر
وقتی میگی چطوری مادر ظالم، یادش میره که من هجرت کردم از ایران، اومدم بیرون تو سختی و مادرم و خاکم و مردمم و وطنم و نمیتونم دیگه ببینم. نمیدونه پدرش دارن در میارن، نمیدونه. پس تمام آدم هایی که در عرفان و تصوف کتاب دادی بیرون، الان تو داری میخونی همه این کتاب ها، قرآن و تورات و انجیل، و تو حق نداری اصلا بخونی، و مال ریستارتی هاست و اشاره مستقیم به ریستارتی هاست. چه رازی تو این نهفته است؟ یعنی این که داره با ریستارتی ها حرف میزنه که میگه شما به 50% فهمتون بره بالا و دیدگاهتون بره بالا. که در برنامه من توضیح دادم، گفتم آقا یه سری کارهایی رو من بعد از اینکه امپراتوری کوروش بیاد شروع میکنم توضیح دادن که تصوف و عرفان رو 7-8 برنامه میدم که بدمش رو هوا، دستوره بدمش رو هوا که دین تولید نشه. صفویه اولیش صوفی بود به قول خودمون، شاه سلطان حسین داد بیرون آخرش، یک تویل بازار خرافات پسند آخون پروره، کاری که از دودمان صفوی رفت با هوا. قاجاری، آقامتان قاجار ریستارتی بود، با اجازه حکومتی گرفت مملکت درست کرد، متحد کرد ایرانو، رسید به ناصر دینشا سرسره میذاش بس خودش با زنها مثلا فلان میکرد. رضا شاه به دستور صوفیسم حکومت گرفت، خاندان شروع کردن دوز پول برده. بله من حقم هست که، من حقم هست پادشاه دیگه، حقم هست که میرم اینجا پورسانت میگیرم، نفت میفروشم پورسانت میگیرم، حق میدونه. ما میخوام این اتفاقات نیفته. یه رفعه بله چون به ذهنم اومد میگم، یه رفعه پرسیدیم که ریستارت ممکنه بعدا قطع بشه. بله قطع میشه، من میگم قطع میشه، صوفیست نگفته قطع میشه که. چرا من حدس میزنم قطع میشه؟ چرا؟ برای اینکه اوکی من فردا امپراتور ایران 80 میلیون نامه مینویسم، ما ریستارت هفته یه دونه میخوایم، منم این نامه رو میارم صاف میزنم جلوی صوفیسم. قربان مردم، مردم میخوان ریستارت پخش بشه. صوفیسم میگه بسیار عالیه. اوکی ریستارت قرار کجا پخشه؟ میگم تو ماهواره امپراتوری کوروش. میگه شبی چقدره؟ ماهی چقدره؟ میگم 30,000 دلار. میگه پس دو شب میخوای پخش کنی؟ تکرار داره دیگه. میگم بله. میگه میشه 2,000. ضبطش اینا چقدر میشه؟ 3,000 دلار. اوکی کجای آمریکایی حساب میکنیم با تو؟ ساعتی چند میگیری اونجا؟ 15 دلار قربان، به شما میدیم 20 دلار ساعتی. 20 دلار ساعتی، 20 دلار عرضم حضور شما که یه ماهش میشه چقدر؟ 30 تا 20 دلار دیگه، 6,000 دلار. ببخشید 8 ساعتش میشه چقدر؟ ما با شما 10 ساعت حساب کنیم، 10 ساعت 20 دلار میشه 200 دلار، 30 تاش میشه 6,000 دلار. میگه شما یه ریستارت بخوای بدی بیرون باید بری خود امپراتوری شما، هر پخی هستی. ما شما میگیم امپراتور، صوفی همینه، میگه شما چه پری چه دومی، عجب مرد بزرگی، امپراتور مملکته، چقدر آدم بزرگ، چقدر فرهیخته، میخوای ریستارت بخش کنی دیگه. بله میری اونجا زمین اونجا رو میشوری، میری تو مغازه کار میکنی، رختاشون و ظرفاشون رو میشوری، ساعت چقدر بهت میدن؟ 20. ما بهشون میگیم 20 دلار بدن، همین کاری که شما میگیره بکنیم. 3,000 دلار هزینه برنامه شماست که میخوای پخشش کنی، بعد بریم اونجا کار کنی. من با بادیگارد، اگه بادیگارد با خودت ببری آقا حسینی حساب میشه دوباره. میدونی میگه 4,000 برو بادیگارد بده. ریستا پخش میکنی؟ ریستا که پول حروم نمیشه کارتوشو بگیره. من خدای پول گرفتم و دارم الان اعلام میکنم که تا حالا چندی میلیون دلار پول گرفته بودم. کلاس عرفانی نیست که پول بگیریم، ریستارته. پس من اگه امپراتورم بشم به سلیمان گفتم زنبیل بباف، کار شغل چیه؟ گفت ریستا پخش کنیم. گفت بکن زنبیل بباف، زنبیل بباف. گفت چیکار برات دم زنه؟ هیچ کار برات دم هیچ چیه پادشاه نیا کن پادشاه که پادشاه پارلمانی تویلر بیبی سلیمان که پادشاه هیچ کاری بلد نیست چی برای گفت نه رفت پیش ننش آخر زنبیل بافی یاد گرفت. دو روز وقت گذاشت، نه که کوبلند درست میکنن، درست کرد. گفت برو بفروش، بگو بفروش هر چی پول اومد ریستارت بخش کن. ما نمیتونیم این کارو بکنیم، بس ریستارت قطع میشه دیگه. معلومه بهترین گزینه اینه که بعد از اینکه امپراتوری کوروش اومد شما دعا کنید ما بریم
امریکا تو یک دو سال تنظیم شه، قانون اساسی امپراتوری کوروش توسط عرفا اهل تصوف افلاطون سقراط نوشته شه، بدیم وایسیم برای سرش کارش تموم شه ما بریم. اون وقت یه ساعت تخت میشه. دو سلطان در یک گلیم نگنجد، ریسار با یک امپراتور با یک پادشاه نمیشه اونجا توی توی یه دونه فرش این دوستا جا نمیشن. حاتم تایی همین وقت پیرمرده گفت، گفت بالای پشت بام دنبال شطور میگردی احمق، گفت احمق تویی که در زیر روی تخت سلطنت دنبال گاد و خدا میگردی. اگر تو خدا رو تو این طویله پیدا کردی منم بالا پشت بامت شطورامو پیدا میکنم. این رازشه. سازمان امنیتی مشکلی که ما رو سانسور میکنن اگه نمیدونی بدون، یکیش اینه که وقتی ما رو پروموت میکنن که بتونن سوارشن و متاسفانه هنوز سوار من نتونستن بشن، چون من باید یه سری کارهایی میکردم که به شما قول دادم و اصلا به شما قول دادم باید این کارو میکردم اصلا و شما هم بعدا باید یه کارهایی بکنید. من چیکار باید میکردم؟ من ست کار باید میکردم. نمبر وان، خودم رو پیغمبر نکنم تو سازمان امنیتی فرانسه و آلمان وقتی یه سالت میبرم بالا که بتونن از حسینی پیغمبری امامی یه چیزی رو تولید کنن. انقلاب که علکی نبود که، پیغمبر تولید کردن. پس دنبال این بودن که یه سالت رو به دین تبدیل کنن. من اینو بستمش. آره من گفت سلام حسین، سلام بشین. شما شنیدیم میگید ما نه عارفیم نه صوفی. آقا برای چی میگی؟ برای چی میگی؟ یعنی چی؟ یعنی که نگو. حالا یه بار گفته دیگه نگو. یعنی چی؟ میتونه بعدا این تیکه رو در میاریم دیگه. مردم میگن شما صوفی عارفی، شما برای چی اینقدر بحث میکنی؟ گفتم خب نیستم واقعا. گفتم ساعت 5 6 بعد ازش گفتم بریم، رفتیم بیرون. اون نمیدونست من میدونم کیه، از کجا اومده. الان تو این برنامه فهمید، میفهمه. سوار ماشین شدم رفتم یه جا کازینوی بزرگ. کازینو تو خوب سینوس بال کازینو. گفت دوربین دارم میدونی؟ گفتم عالیه، دوربین داره عالیه. رفتیم تو، من ماشین بازی میکردم، ماشین بازی بودم نگاه میکرد دیگه. یه دختر اومد رد شد و این دختر با مزه و خوشگل اینا. گفتم ویسکی دارین؟ گفت ویسکی؟ گفت بله. من نگاه میکرد. گفتم شما چیزی نمیخوری؟ گفت نگفتم یه کافی بخور. گفت نه نمیخورم. ویسکی رو بردم رفتیم بالا. گفت یه دیگه دو ساعت رفت، حتی یه نیم ساعت رفت، من نمیدونم حالا تلفون داشت میزد یا هر کاری میکرد نمیدونم واقعا، ولی به هر حال رفت برگشت و نشست سمت من، مثل بز به من نگاه میکرد. بعد گفت بریم. آقا حسینی گفتم که کجا بریم؟ شب شب توپ دو اینجا میدین دخترها همه چی توپ. گفت نه بریم اینا اگه میشه، من چون قول دادم. گفتم بریم. تو ماشین سکوت مطلق بود. پیامشون مشخص بود، گفت از حسینی پیغمبر از امام اینا نمیشه در آورد. همه‌شون هم بهشون نشونه دادم، گفتم فلان جا هم فلان جا هم فلان هم فلان هم بیان که به عکس بگیریم، فیلم بگیریم، کارتون رو بکنیم. پس من این رو راهش بستم. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که ریستارت رو دین کنم. بگن آقا حسینی فیلسوفه. خب فیلسوف که هستم، که فیلسوف که هستم، حرفایی نظریاتی تو این برنامه دادم که خودش خدای فیلسوفان ایران دیگه. ابایی شروع کنن بگن ایشون نه صوفیه نه عارفه، اما فیلسوفیست و دینی تولید میشه. چجوری دین تولید میکنن؟ خیلی ساده است. میگن مکتب عیسی شاهی. همه صوفیسم رو میذارن کنار، عیسی رو گنده کردن، عیسی بزرگ، عیسی فلان. شعیب موسی رو فرستاد، موسی اصلا معلوم شلوارش بکشه بالا نمیدونه کدوم باید بره. بعد از تو سن 54 سالگی موسی تازه فهمید که صوفیسم دوره شعیبه، کسی که دخترش باشه ازدواج کرده نمیدونست. مثل محمد که رفت معراج، بعد از اینکه رفت معراج فهمید صوفیسم کیه. گفتن صوفیسم یکی دیگه است. بابا واسه صوفیسم کسی دیگه است، نمیدونست. فکر میگه خودش چیزی کشف کرده. جبرئیل دیدیم، نمیدونست یکی دیگه اونجا نشسته. آی جبرئیل برو سلام قربان، همه میترم میزنن دیگه. پس راه دوم سازمان امنیتی چیه؟ که دین تولید کنه. بگن آقا حسینی فیلسوفه اما عجب دینیه ریستارت. که یکی مرد دیگه، میخواستم ریستارت پشکنم مرد و من جلوی اینو گرفتم دوباره.
یعنی به کرات توضیح دادم که من نه صوفیم نه عارفم و دین نمیشه درست کرد و صوفیسم ها همه یه این شکل هم کلهم نور واحد یکی هم دلو نبستم برای چی پول بده؟ الان سازمان امنیتی فرانسه باید داره چی باید پول بده؟ برای چی باید بیاد رژیم اصل بده به ما؟ میگه بدم چیکار کنم؟ من که نمیتونم پول در بیارم. بهش میگم آقا بگو صوفی هم میگه نه، میگم بگو عارف هم میگه نه، همه کار هم میکنه الحمدلله پیغمبر جدید اومده همه کار میکنه. اصلا منو برای این فرستادن ریاست پخش کنن یه کار جدیده. پس نه همیشه هم گفتم من نه رضا شاهم نه خمینی، من یه آدم جدیده، نیو هم دنبال ماتریکس هستم ولی نیو هم. پس میشه حالت دوم اینکه دین تولید کنن، یعنی یک صوفیسم رو علم کنن برن زیرش سینه بزنن، یا صوفیست این صوفیست گل صوفیست خوب صوفیست، بعد میشه موسا یا داره دین یهودی چیز دارید چون از هیچ چی نیپرسه صوفیست به دوره آقای موسا کی بوده؟ ما هم میگیم جا چند جا نوشتن شعیب، اوکی قبلش چی بوده؟ میشه دو تا کار. سوم کار چیه؟ این که برنامه بدم علیه تصوف عرفان که قرار شده بدم قلده. برای این سه تا کار من کردم. شما بعد چیکار کنید یه سر دیگه؟ شما مثلا توضیح دادم روزی که امپراتوری کوشش اومد خواست بیاد وای میسین تا قانون اساسی نوشته شه. نمیرید بیرون. تو خونه کسی نمیره. 50 روز اول کسی خونه نمیره. همه بیرون، همه وایسادن. قانون اساسی بریم؟ قانون اساسی بریم؟ چی میگی شما؟ چی قانون اساسی میخواد بنویسه؟ میخوام بهت بگم الان برای چی سانسوری الان میگن که اجازه بدید بعد از اینکه تغییر رژیم انجام شد بیان با هم حرف بزنیم. خب بعد از اینکه تغییر رژیم انجام بشه که ما دوباره رسانه نداریم، این هزاران آدم ریستارتی و غیر ریستارتی فرهیخته و فهیم که میتونن مملکت رو نجات بدن اقتصاد دانن که اصلا رسانه ندارن، الان تو شبکه بی بی سی مش کثافتن. سازمان امنیت انگلستان پول داده که این کثافتا رو تبلیغ کنه، وقت منو بره اون تو یا اون پیر مرده 70 ساله رو ببره اون تو؟ پس بعدی وجود نداره. تکلیف مشخصه، مردم قیام کنید شهید چیز خر بشید حکومت دیدید با ما و ما می نویسیم. کی می نویسه؟ بعد که رژیم عوض شد اون وسط سازمان امنیتی مشروع میکنه پرامات میکنن حسن قاسم خان جواد توش نفش کیه؟ ایشون اقتصاددانه پرامات میکنن انگلیس یکی رو پرومت میکنه، اون بی بی سی وایس اف آمریکا یکی پرومت میکنه، این چهار تا خره خرد جمعی جمع میشن قانون اساسی میریزن. مالیات بگیر سکولار بکن تو مردم، مرد هم آخوندا رو احترام بذاریم جدای دین از سیاست، آخوندا مردم پول میگیرن میخورن، ما هم دوباره حکومت میریم تجاوز میکنیم بزنه بچه مردم پولاشو میگیریم به نام مالیات هم میخوریم. ما کجایی؟ ما رسانه نداریم مثلا البته ما هستیم ها، ولی من مثال هایی دادم که ریاستی ها بفهمن موضوع چه خبره. هم خاطر ما اصلا اینطور نیستیم. کدوم پیغمبری، کدوم آدم مهمی در تاریخ کی سقراط علیه حکومت حرف زده؟ اصلا کاری با کسی نداشته سقراط. پس اهل تصوف و عرفان فقط با ریاستی ها دارن حرف میزنن. میاره ریستارتی گفته بابا این قلبم درد میکنه، یا محمد ما شنیدیم میگن یه سری حیوان هم در کره زمین و میمیرن و میشه بپرسید ما حیوانیم، انسانیم، انسان نماییم، این ژنی که اومده حضرت آدم، ما چرا بچه آدمیم؟ چرا بچه مسیح نیستیم؟ محمد توضیح دیگه مسیح بچه دار نشد و قرار نیست، به هم خاطر ما بچه مسیح نیستیم. اگر این گفتن بنی عیسی، ما بنی آدمیم، یادتون باشه ما از ژن حضرت آدمیم. بعدم اولش رفت توی قار هرا قضیه داروین و جناب آقای جبرئیل توضیح داد. ای محمد تنها صورتی که چهار تا، حالا نمیدونم من قرآن اینا که اطلاعات ندارم، ولی چهار تا سوره است که قرآن میگه اگر بخونی از روش و سجده کنی، سجده واجب داره. یکیش همینه. اولین سوره بر محمد نازل شد، جواب ریاستارتی ها بود. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، این جنه آقا، این گل درست کرده اینا نیست. اقرا محمد بخوان به اسم رب و کلذی خلق، به نام صوفیسمه. کی الان صوفیسمه؟ گفت فلانی. گفت به نام اون بخون. گفت آخه
شما آقای جبری من برام اون بخونم رب بکه، رب بکه که داره، رب بکه پروردگارت، اصلا خدا رو چه خوش حرف زده، هود رو چه خوش حرف زده، اقرا به اسم رب بکه، رب بکه که داره عربی، یعنی تو رب تو، ماشین مستانگ تو فروختی، ماشین مستانگ من میفهم، ماشین مستانگ این ماشین مستانگ منه، راجع منه، این هم ماشین مستانگ راجع حرف نمیزنه که، مستانگ که یعنی مستانگ تو، پستونک که یعنی پستونک تو، میفهمی پستونکشو گذاشتی میفهمی بچه اینه یاروه. اقرا بخوان به اسم سوفیسمت، اسم رب بکن لذی خلق، که خلق میکنه. حالا تو عربی بلدیسی به من چه؟ اقرب اسم اقرب بکر لذی خلق، خلقه انسانم این علق، آقای محمد ما انسان رو از ژن آفریدیم، از علق آفریدیم، از دی ان ای اومده، هیچ اتفاقی نیفتاده، همه ای اونا زندگی کردن، این کره زمین میلیون ها سال زندگی کرده، آتش فشار و این رفا اینا، یه تاریخی ما علق آوردیم تو کره زمین، یه ژن انسان وارد این حیوانات کردیم که اینا نجات بدیم. حالا تا بقیه‌اش توضیح. پس محمد تمام سوالایی رو که در توی قرآنش میگه تمامش سوالی است که پرسیدن ازش ریاستیا، اون جواب سوالا رو نوشته و بعد شما زدی به نام خودتو نشستی حرف میزنی. خب پس میگه دی شیخ، شیخ یعنی کی؟ یعنی کسی که بدل میکنه. این پس راز این بیت رو دوباره شروع میکنه، پس تمام ابیات رو عوض میشه از اول، دی شیخ با چراغ، دیوز شیخ، روزی شیخ با چراغ، شیخ با چراغ یعنی چی؟ یعنی شیخ، یعنی کسی که میتونه حیوان رو به انسان تبدیل کنه. سر ابو لهب عموی پیغمبر، محمد فکر میکرد که میتونه ابو لهب رو نجات بده ولی نمیتونست. چرا؟ چون محمد شیخ نبود، محمد اون موقع رسول بود، یعنی از طرف انسان کامل اومده بود ولی نمیتونست یه حیوان رو تبدیل کنه به انسان. فکر میکرد این کارو میتونه بکنه، همون فکرایی که موسی میکرد، بعد چوب کوه طور رفتی ارنی مگوی موسی که نیرزد این تمناز جوا لانترانی، موسی هم کارو کرد، این قاطع قورتا رو موسی هم کرده دیگه، گفت از من بالاتر هست، گفت بیا برو اونجا، رفت گفت این کیه، گفت این خضره، گفت چیکار مونه، گفت آدم میکشه، برای چی موسی ناراحت شد؟ چون حیوان داشت میکشه. قشنگ تو داستان دوزی داده که این چون حیوانه باباش انسانه، ما نمیخوایم باباشو گمراه کنه، خیلی ساده شد، بس یه حیوان کشت که یک انسان نجات بده. این راز نظریه داروین از اول بوده، انسان نما ها وقتی موضوع رو فهمیدن پیچوندن، گفتن به هیچ کی دیگه نگید که ما حیوانیم، یعنی ما گاویم، فقط حسینی میفهمه، نمیشه. بعد از این نظریه که آقا به خدا همه میرن تو جهنم، فقط یک گروه نجات پیدا میکنن. پس دی شیخ، یک کسی که اجازه داشت از صوفیسم و میتونست حیوان رو به انسان تبدیل کنه، دی شیخ با چراغ همیشه گشت گرد شهر، از دی بودت معلولم و انسانم آرزوس، دنبال آدم میگرم که انسانش کنم، بابا کجا این؟ کشتنش، یحیی رو کشتن، زکریا رو کشتن، دعوا کجا شروع میشه؟ از این ژنه شروع شده و در کرات زمین دیگه هم، در جاهای دیگه هم هست. خب پس ما میخوایم بگیم که پس کی پایان جهانه، میخوام اینو حرف بزنیم، میخوام این که دوران تاریخ کی تموم میشه. پس مایاها چی گفتن؟ مایاها گفتن 2012 این تاریخ عوض میشه. مایاها درست گفتن، مایاها صوفیسم برای ریستارتی های اون دوره حرف زد و سالی رو گفت که به سال مایاها بود و درست بود، ولی هیچ رفتی به سالی که الان ما هستیم نداره. صوفیسمی در عربستان اومد به نام برده، یه پیغمبر فرستاد به نام محمد، از محمد یهودی ها کتاب که یواشکی داشتن هیچکی نمیدونست که الان دارن ریاسات چک مونن میلن از طرف صوفیسم یا نه، بس همین گیرن با من دیگه، با هم دیگه نشستن دارن میگم نه یه دفعه صوفیسم یا نه دیگه، چون الان مت اسناد میاد گیج میشن دیگه. به محمد عرضم حضور شما که گفت چند سال اینا تو اصحاب کهف تو غار بودن؟ گفت 330 سال. گفت محمد دروغ گفت، در تورات نمیشه 300 سال. ما
محمد گفت من پیغمبریم که در عربستان اومدم، پس قمری حساب میشه. هر 300 سال شما که در اورشلیم هستید، در اسرائیل هستید، 330 سال عربیه، من باید به عربی حرف بزنم. گفتم آه علمیه. گفت یه علمیه. خب پس شاه نعمت الله ولی میگه چی؟ میگه نایب مهدی آشکار شود، بلکه من آشکار میبینم. پس نزدیک پایان جهان که میشه چند اتفاق میفته. یک، باید ببینیم سوفیست بچه کجاست. تاریخ پایان جهان به تاریخ سوفیسمه. پس سوفیسم، آخرین سوفیسم که اسمش مهدیه، هادی توی، مولوی میگه دیگه، مهدی و هادی توی، یونس توی، یوسف توی، موسا توی، ایسا توی، یونس توی، قشن توضیح میده. میگه این سوفیسم همونه. بعد مردم جهان میگن که آخه این قیافه میخوره سوفیسم باشه. بعد دوباره توی قرآن خود همین احمقا میاد، خود قرآنشون میگه ای محمد تو رو میبینن ولی نمیدونن تو کی. نگات میکنن نیفهمند. چرا نیفهمند؟ برای اینکه صوفیسم باید دیوار بیاد، اسم فامیلی فایده نداره. صوفی سلانیه بابا دخترش رو نمیده، من دهنم باز میشه. موسا دختر صوفیسم باشه ازدواج کرد، نیفهمید صوفیسم این دخترش دخترش هم این میگفت بابای من آدم بزرگه، بله پدرش هم بسیار آدم بزرگه. تا کی؟ تا همینطور که داشت میرفت، رفت کوه تور، اون آتیشه اومد، گفت منم خدای تو. گفت از طرف کی هستی؟ گفت از طرف صوفیسم. تا اون موقع هم فکر صوفیسم میدید کی لو داد صوفیسمو؟ خضر. گفت من در خدمت شما باشم. گفت شما در خدمت ما نمیتونه بشه، شما در خدمت یه صوفیسم بودی که خدای منه، خدایگان منه. هیچی نفهمیدی ولی بقیل من بفهمی چیزی. گفت کی؟ گفت آقای شعیب. اون رژیم رو عوض کرد، تو حالا به نام تو خورده دیگه بدبختی، به نام کوروش خورد تغییر رژیم و نجات یهود. دستت که دانیال نبی از این وسط چیکاره بود؟ گفت اونه نشتاختی؟ گفت اون صوفیسمه. گفت بله. رفت مرد، نرسیده مرد صوفیسم، رفت یک کشور دیگه، یکی دیگه. پس پایان جهان زمانی تو تاریخش رو میتونی بفهمی که بفهمی تاریخش به میلادیه، به عربیه، که من اینو توضیح دادم براتون. آخرین صوفیسمی که در کره زمین برای پایان جهان هست ایرانیه، یعنی یعنی پارسه. قبلا هم گفتن، نگفتن ایرانیه، گفتن از سرزمین پارسه. پس بعد امپراتوری کوروش بیاد، سرزمین پارس به وجود بیاد، تاریخ پارس بیاد. یعنی یکی باید بیاد بگه اولین ژن کی اومده. میگن 5424 سال پیش. اصلا اینجا تاریخ شروع میشه که یواش شما تازه بفهمی که این ژن ربط داره به یه چیزی. پس این آخرین صوفیسم تاریخش معلومه. پس این تاریخ یا باید به هجری شمسی باشه که الان هست، یا به قول بعضی شاسکولا به 2700 و مثل ایرانی ها میدان شهیاد، احمقا فرانسوی ها پل نمیدونم برج ایفل نماد، آخه احمق نماد، برج ایفل نماده، مولویه، میدان عکس مولوی، مجسمه 100,000 متری مولوی و افلاطون زدی اون بالا، نیچه رو زدی اون بالا. من بگم چیه؟ چه مش گاو جمع شدین دور ایفل یه چیزی اینجوری رفته؟ خب بعدش چی؟ حالا معماریه، نمادت چیه؟
ما نمادمون ریاسته، نمادمون این نیست که به قول یکی میگفتش که بعضی صوفیا این گاندی هن. بنده خودم در همین ریاست الان حداقل 50 تا گاندی دارم، یعنی اپوزیسیون ریاست اپوزیسیونش داده. از تو خود ریاست که 50 تا گاندی تولید کرده، یعنی پولش و زندگیش و ناموسش و شرفش و همه رو گذاشته، یک دلار هم پول نمیگیره، چند سال داره میاد زحمت میکشه. گاندی رو تو با یه صوفی میسنجی؟ صوفیسم که فراموش کن، با صوفی گاندی عارف چه؟ اینقدر نمیفهمید که بوزش هم با خودش برد. بوزو برای چی میبرد؟ برای که شیرشو بخوره. اگه تو اگه این صوفی بود که توکلش به بوزش نبود که. کلا رو هوایی هستن، اصلا نمیدونی، نمیفهمی صوفی چیه، نمیفهمی صوفیسم چیه. هر لحظه به شکلی و تیار برآمد، گه پیر و جوان شد. گاندی. بنده 50 تا گاندی دارم الان. مینیمم باور کن. مینیمم. حسن صفا من الان یارایی دارم که بهشون بگم از این ده طبقه خود پرت کمپانی میندازه واقعا. اون برای من نیست، اون خواب دیده، اون صوفیسم دیده. اون وقت نمیش بگم پرت چفایی میپره پایین. برای همین در تغییر رژیم همیشه گفتم من احتیاج به مردم ندارم. آخرین مرحله چیه؟ قیام وندتا. قیام وندتا احتیاج به رسانه هم نداره. ما رسانه رو میخواستیم برای اینکه مردم رو بیدار کنیم، کمتر کشته شه، به فاز دو نکشه. خودت برای ریاستارتی ها نسنج سر خوب. درسته که ریاستارتی ها باید به همه احترام بذارن، در حکومت آینده تمام ادیان آزادن. شیعه میخواد به سنی فش بده، فده سنی به شیعه بده، مسیحی به بده، به هم نمیتونن تاچ کنه هم دیگر. یعنی تو خیابون دو تا یه سنی یه شیعه به هم فش میدن، اشکال نداره، پس بزو پس فش. قانون تاچ داریم در امپراتوری شما، بعضی کشورها مثل ما هم. یعنی از روما دزدیدن در است. دست چک اول هر کی بزنه میگیریمش، فش بده، کاری نداریم. این بر گاو میپرسه، اون بر گاو بخور. اولین کسی که تعصب بخرد شد گاو مرا میکشی، چک و بلنکن میگیرمش، بهش میگن قانون تاچ، که در قانون بندیست، در قانون بیان همه آزاد حرف زن، هیچ کس نمیتونه صدای کسی رو ببندیم، هیچ صدایی رو. پس ما توییتر بزنیم نمیتونه صدای کسی رو ببندیم، امپراتوری کوروش بیاد نمیتونه صدای کسی رو ببندیم، تازه قوانینی می‌ریزیم که نتونیم ببندیم. پس دی شیخ با چراغ همین گش گرد شهر، از دیو و دد معلومه ما انسانش آرزوست. به راستی پایان جهان چه تاریخی است؟ میدونم که خیلی‌ها منتظرن که تاریخشو بدن. تاریخش به زبان پارسیه. در برنامه بعد تاریخ پایان جهان رو توضیح خواهیم داد و کی تمام می‌شود. خیلی ممنون که این برنامه رو گوش کردید.